مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که رهبران امارت اسلامی در شرایط سخت از ارزش‌هایشان دفاع نموده و بدون هیچ معامله متجاوزان را شکست دادند. آقای مجاهد در سخنرانی خود در جمع قماندانان این وزارت میگوید که نظام اسلامی با مبارزه افغان‌ها به دست آمده و برای حفظ آن باید تلاش و کوشش سخت شود. پدی سخت و حالاتی که پدې سخت شرایطو کې چې هم زور په کار واچول سو هم زر په کار واچول سو هم زاری په کار واچول سو خو هغه انحراف ونه کړ هغه د خپل ملګرو او د خپل شهیدانو سره خیانت ونه کړ نن به څنګه کوي کلا وحاشا پر خپل مشرانو باندې اعتماد وساتي اطاعت یې وکړي د نظام د استحکام د پاره کار وکړي. وزیر دفاع ملی همچنان میگوید که امارت اسلامی یک صفحه واحد و جدایی ناپذیر است و ایمی افزاید که متجاوزان سخت شکست خورده برای انتقام گیری علیه امارت اسلامی تبلیغات منفی انجام می دهند. هاگه اشغالگر شده دیه زای سخه پتی تستر گو وطلی دی نن از مجر استاس پا مقابل کی ده نور و هوگو هربو سخه کار اخلی چه از مجر استاس نظام ضعیف کهی ترسوال لانگی روی کلوائی ده امارت پا مجاهدینو کی پا مشرانو کی اختلافات کلوائی پا افغانستان کی امنیت نسته کلوای افغانستان حکومت طول شمول ندی. مولوی محمد یعقوب مجاهد در این سخنرانی برای حفظ نظام اسلامی تاکید بر تقویت نظامیان کرد، افزود که باید برای حفاظت از کشور و نظام اسلامی از اسباب بهتر استفاده صورت گیرد. دای تیاره جوړولای سی دا پر تا فرض دشته به تیاره جوړه دغه در باندې فرض دا جهاد دی د اسلحه د جنگ مکمل اسباب لري خپل جوړی خپل تولیدی دا پر تا باندې فرض دشته بم دا که د دې مسلمانانو د ساتنې د پاره د اسلام د حریم او سرحداتو د ساتنې د پاره د خپل نظام د ساتنې د پاره خدمت در نظام اسلامی را جهاد میداند و میافزاید که هر کس به اندازه مسئولیت و توان خود در آبادانی و تقویت کشور مشارکت داشته باشد.